خب اگه ویدیوهای قبلی رو نگاه کرده باشید، من سعی کردم همه چیز رو در رابطه با هلپرها که حالا کلکشن ها بود یا اره ها بود یا استرینگ بود، تمام هلپرهایی که جدید اومده داخل لراول تا ورژن 10 بهتون توضیح دادم و اگر توی اینا چیز جدیدی اومده بود باشه تا ورژن 10 بهتون همه رو گفتم. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم از موقعی که من آخرین بار درس دادم لراول رو تا الان، مثلا لراول 5 رو من درس دادم 5.6 بود، الان ورژن 10 که الان 3-4 روز دیگه هم ورژن 11ش میاد، در رابطه اون ویدیو خواهم ساخت، ولی میخوام در رابطه ورژن های 6 چی اومده، 7 چی اومده، 8، 9 و 10 چی اومده خلاصه بهتون بگم. ممکنه از پکیجاش هم صحبت بکنم، اینو خیلی میخوام بگنجونم توی یه ویدیو، با من همراه باشید. بریم شروع کنیم. اگر اینجا رو نگاه کرده باشید میبینید که من یه پروژه لراول ساختم و اگر بریم داخل ترمینال PHP Artisan دیگه من شورتکات دارم دیگه، تایپ میکنم PHP Artisan و اینجا نگاه بکنید میبینید که لراول من ورژنش 10.38.1. یه کمپوزر آپدیت میزنیم ببینیم که ورژن چقدر چیا تغییر بده، که میبینید که همه چی معمولا آپدیت میشه و اینا. PHP Artisan دوباره میزنم و بعد اون 38 بود، الان میبینید که 10.46 شده ورژن الان. پس یادتون نره 10 لراول 10.46 یا 10.46 اینا هستش که میخوام در رابطه باش صحبت کنم. من یه پروژه رو چیکار کردم؟ من این پروژه رو البته پروژه لراول اینجا درست کردم، چیزای اضافی رو اینجا حذف میکنم، فقط میخوام اینجا سریع مثل ویدیوهای قبلی با هم یاد بگیریم که چه چیزهای جدید اومده، چه چیزهای جدید نیومده و اینجور حرفا. این وسط هم من اینجا پاک میکنم. از لراول فکر میکنم 7 بعد، حالا اینجا 6، از لراول 7 بعد تصمیم گرفتن که دیگه سالی دو بار سه بار لراول رو آپدیت نکنن، سالی یه بار آپدیت بکنن. این خیلی به نفع ماست، به خاطر اینکه هر موقع ما ورژن لراول مثلا 9 بود، یه موقع میبینید ورژن 10 هم تو یه سال دو بار میومد، ما بعد چیکار میکردیم؟ میومدیم این اپلیکیشنمون رو دو بار آپدیت میکردیم و این آپدیت کردن، حالا یه سرویسی هست به نام لراول شیفت این کار رو برای ما انجام میده، ولی کلا آپدیت کردن خیلی آسون نیستش، به خاطر همین هم هستش که کامیونیتی لراول این تصمیم میگرفت. حالا من یه سفر اینجا باز میکنم، تایپ میکنم parsclick.test، یادش بخیر parsclick.net داشتیم، به خاطر اینکه ساپورت نشدیم چی شد، به قول معروف دیگه من چیزش نکردم. خب بگید نگید، من یه سری لیست اینجا آماده کردم جلو چشمم، به خاطر اینکه من همه چیزش که از ذهنم نمیتونم بگم به شما، لیست جلوم هستش که شروع میکنم اینو بهتون از روی لیست خوندن و بهتون توضیح میدم که چه اتفاقایی افتاده. اولا اینکه گفتم که از لراول 6 به بعد تصمیم گرفتن که سال یک بار، اونم طرفای فبروری تا مارچ بیان لراول رو بدن بیرون. لراول 11 گفتن که مارچ میخواد بیاد، هنوزم نیومده. اصلا فبروری میگفتن میخواد بیاد، هنوز نیومده، یه مقدار باگ داره و اینجور چیزا، گفتن که مارچ میاد. و دومیش این که لراول ویپر یک ابزاری هستش که شما میتونید اپلیکیشنتون اسکیل بدید. من برای کمپانی که کار میکردم لراول ویپر رو استفاده کردم، منتها محصولی که ما میساختیم لراول ویپر لیمیتیشن داشت، یعنی لیمیتیشن محدودیت داشت که اجازه نمیداد که ما از قابلیت های زیاد استفاده بکنیم. مثلا CTO چی میگفت؟ CTO میگفتش که ما ویدیو رو میخواییم دانلود کنیم توی لوکالمون و بعد آپلود کنیم داخل S3 و بعد اون ویدیو رو که داخل لوکالمون هست رو پاک بکنیم. لراول ویپر شما قابلیت اینو میده که اپلیکیشنتون اسکیل کنید، اسکیل هوریزونتالی، یعنی اسکیل از نظر دیوپس اسکیلش بکنید. ویپر اسکیل هوریزونتالی میکنه، اسکیل ورتیکالی یعنی داخل کدتون اپتیمایز بشه. پس یادتون نره اسکیل افقی و عمودی داریم، عمودی برای اپلیکیشن هست، افقی برای دیوپس هست. لراول ویپر میاد این کار رو انجام میده. پس یه مقدار کمپتیبیلیتی لراول ویپر رو بردم بالا، خیلی محصول خوبی هست، منتها لیمیتیشن داره که کیو، یعنی چجوری بگم، صفایی که داره بیشتر از 15 دقیقه نمیتونه طول بکشه. مثلا شما یک فایل رو میخواید دانلود بکنید که ویدیوی خیلی بزرگی هست، نمیتونید 15 دقیقه صف اینجوری همینجوری دانلود بکنه.
کاری که مثلا شما میتونید انجام بدین اینه که شما باید از به قول معروف پری ساین یو آر ال استفاده بکنید که اینو دانلود بکنید، یا بهش میگن مولتی پارت آپلود. مولتی پارت آپلود و مولتی پارت دانلود داریم. اینو اگر برید داخل S3 من میتونم نشون بدم، مولتی پارت آپلود و بعد مولتی پارت دانلود. AWS داکیومنتیشن رو ببینید، ببینید که آپلودینگ و کپی آبجکت مولتی پارت آپلود داره. یعنی چی؟ یعنی یه چانکی رو از فایل بگیرید آپلود کنید S3، چانک بعدی رو بگیرید آپلود کنید S3. همینجوری این چاکا، این چانکا، پارت ها به هم دیگه دوخته میشن، فایل شما داخل S3 چیز میشه و اصلا تحت دست به سرور شما زده نمیشه. این یکی از چیزایی بود که من حل کردم به عنوان معمار نرم افزار داخل کمپانی، ولی با CTO ما یه مقدار به قول معروف احمقه و یه مقدار طول کشید که بفهمه من چی میگم. و ما فورج استفاده میکردیم، رفتیم ویپر و بعد ویپر دیگه یه مقدار چیز داشت، محدودیت داشت دیگه. برد اون گفتی که نه، ما باید از داکر استفاده کنیم و بعد یک دیوآپس رو هایر کردم از داکر استفاده کردم. بعد لرول 6 یک چیزی آورد به نام ایگنیشن. اگر بریم داخل لرول ایگنیشن فکر کنم برش داشتن الان، که اسپتی شخصی هستش که، یا اسپازی شخصی هستش که من دارم باش کار میکنم، ویدیوش هم برای اعضای ویژه گذاشتم و این چیکار میکنه؟ این با من داره کار میکنه که اپلیکیشن رو بسازه، من دارم باش مستم چون باش پول میدیم. و این یک ایرور صفحه‌ای رو درست کرده به این حالت که رنگ سیاهش رو الان شما میتونید اینجا ببینید. اگر من یک ایروری رو ثرو بکنم، اگه تایپ بکنم ثرو نیو اکسپشن و اینجا ریفرش بزنم، میبینید که این صفحه رو اسپاسی درست کرده و بعد میتونید روی اینا کلیک بکنید ببینید که ایرور از کجا میاد. خیلی خیلی جالبش میگن لول ایگنیشن. کار دیگه که کردن، یک میدلوری رو داخل جاب آوردن داخل لرول 6 که میومد قابلیت اینو داشت که بین ریت لیمیتین درست کنه برای جاب، یعنی مثلا یک جابی رو مثلا 10 بار فایر نکنیم. این سیستم کیو لرول خیلی پیشرفته است، مدام هنوز اشکال داره چون ما خودمون داریم هنوز باش کار میکنیم، میدونیم که اشکال داره و بنابراین اینو دارن هر روز بهترش میکنن. یه لیزی کلکشن اومده که من میخوام اینجا در رابطه باش کد بزنم و بتون باهاتون صحبت بکنم. بذارید این ترمینال اینو بیاریم اول. ببینید، فرض بکنید که ما یک یوزری داریم، یوزر، و بعد میگه الان اپلیکیشن مدل ما یوزر داره و بعد من این همه رو دریافت میکنم. خب اگر اینو ایمپورت بکنم، یوزر، نو یوزر اپلیکیشن ها، و اینو ریترن بکنم، خب اینو به من جیسون میده دیگه، میدونید. ببندم ریفرش، یه کاربر اینجا من بیشتر ندارم. اگر ما یوزر فکتوری داشته باشیم، یوزر فکتوری، ببینید که یه مقدار یوزر ده. پس من اینجا تایپ میکنم، بذار اینجا تایپ بکنیم یوزر فکتوری هم عوض کردن. قبلا فکتوری اینجوری نبود که میومد تایپ میکنیم، یک فکتوری هلپر داشتیم. خب فکتوری هلپر داشتیم که مثلا میگفتیم که یوزر کرییت، میبینید. و این فکتوری هلپر دیگه از اولا بذارید اجرا بکنیم که اجرا میشه یا نه. میبینید که فکتوری هلپر دیگه نداریم. فکتوری که درست کردن اینه که اگر بریم داخل کلاس یوزر، یک تمام اینا یک تریتی دارن به نام هس فکتوری. اگر من روی این کلیک بکنم، میبینید که خود اینا متد فکتوری داخلشون دارن و اینا خودشون برای ما از فکتوری پترن استفاده میکنن که کاربر درست بکنن. اگر من تایپ کنم یوزر فکتوری 10 تا درست بکن، 10 تا یوزر استفاده درست بکن، بگیم 100 تا هستن، خب که ما که دیتابیس برای بابامون که نیست، یه ریفرش میزنیم و این نوشته 30 ثانیه ممکنه بیشتر بشه، البته من 100 تا زیاد دادم، میزنم 30 تا. خب ریفرش، خب این 30 تا رو ساخت. حالا من اگر آندو بزنم به اون چیزایی که بودم، ریفرش بزنم، 30 تا کاربر اینجا داریم. احتمالاً ما 100 تا داریم، 100 تا هم ساخته، 122 تا ساخت. خب دفعه اول 100 تا ساخت، دفعه دوم 20 تا ساخت، یا فکر نمیدونم چه اتفاقی افتاد، 122 تا کاربر داره. اینا در نظر بگیریم که این اگر ما اپلیکیشنی داشته باشیم که کاربرای ما مثلا 1,000,000 نفر کاربر داشته باشیم، این به درد نمیخوره. حالا گفتم که شما اگر بخواید اپلیکیشن رو اپتیمایز بکنید، بیتا بگید سلکت نمیدونم نیم و بعد ایمیل، خب گت نیم و ایمیلش رو میزنید و بعد فقط نیم و ایمیل رو میگیره و پروفایل فوتو یو آر ال، پروفایل فوتو رو نداره، نیم رو میتونید بردارید،
این خیلی اپلیکیشن سریع تر میکنه، میبینید؟ و اینجا بزنیم، این دارید میبینید اینجا چقدر طول کشیده. و بعد اگه من ایمیل بزنم میبینید ریفرش چطور میگه. اگه من بزنم آل خب ریفرش، اینوش میگن میبینید چقدر یه ذره طول میکشه، متوجه میشید؟ اینوش میگن اسکیل ورتیکالی. خب اسکیل ورتیکالی چجوریه؟ یعنی اپلیکیشنتون اپتیمایز کنید، مثلا کاربراتونو نیاید همه فیلداشو بگیرید. مثلا اگه نگاه بکنید هر کاربری پروفا فوتو یو آر ال داره، یه موقع میبینید که استرینگی داره که خیلی طولانیه، همه رو که نمیخواید، کریدیت از آپدیت از تو شاید بخواید، این دوتا رو نخواید، شاید اینو نخواید، این کسی به درد کسی نمیخوره. بنابراین اینو رو باید اپتیمایز بکنید اپلیکیشن. حالا لیزی کلکشن چی میگه؟ لیزی کلکشن میگه که ما داخل لرول 6 این اومده، ما یک تریتی داریم به نام لیزی، یک فسادی داریم به نام لیزی کلکشن، ایلومینیت سپورت لیزی کلکشن. خب اگه من اینو بگیرم اینجوری بزنم، حالا من میتونم چیکار بکنم؟ بگم که بیا مثلا چجوری بگم، یک چیزی رو برمیگردونه. مثلا من الان این چیزی که اینجا خودش زده رو بذارید انتر بزنیم، مثلا lazy collection times و بعد یه نامبر اینجا بهش میدید، تقریبا میگه 1,000,000 فکر می‌کنم، 1,2,3,4,5,6 1,000,000. خب مپ میکنیم داخلش و بعد برای هر کدومشون یه کاری انجام میدیم. مثلا برای الان میگه 1,000,000 میتونه هر چیزی باشه، میتونه کاربر شما باشه، میتونه خیلی چیزا باشه. البته من دیگه کاربر رو اینجا نمیذارم، میگم که مپ کن داخلش، هر عددی رو ضرب در 2 بکن و بعد چیکار بکن برای هر کدومش. حالا ما میتونیم اینجوری بگیم که بیا فیلتر کن، فیلتر کن و بعد یه نامبری رو اینجا بذار و بعد میدید که من دیگه تایپ هینت هم میکنم، چون پی اچ پی تایپ هینت هم داره. بله میتونم ماجولارش رو بگم که چقدر میشه. ماجولار چجوریه؟ اینجوریه، پرسنتج ساین، یعنی هر عددی رو تقسیم برای این عدد بکنیم خب بشه صفر، یعنی خود 2 میشه، 4 میشه، 6 میشه، ماجولار 2 یعنی این، هر چیزی که بعد تقسیم بر 2 کنیم میگن اعداد زوج، اینجوری داخل ریاضی نوشته میشه. و بعد میگم که چیکار بکن. حالا فعلا اینا رو بیایم دیدی بکنیم. البته من اینو میام تایپ میکنم result مساوی قرار میدم با این و بعد تایپ میکنم دیدی result، ریفرش، ببین چقدر طول میکشه. میبینید طول میکشه و حتی میبینی که هیچی هم به شما نشون نمیده. و میتونستیم ما result رو مثلا بکنیم count، refresh، میبینید چقدر طول میکشه. این سرور شما ارور میده. حالا بهتون میگم که چرا، به خاطر اینکه شما ورتیکالی اسکیل نکردید. و ما میام پرینتش میکنیم حالا برای هر کدومش، ولی من میخوام فیلترش بکنم. مثلا 1,000,000 دیگه، 1,000,000 که من نمیتونم همه رو بیام دونه دونه ببینم که 2, 4, 6, 8 ده اعداد زوج رو همه رو برام نشون بده. من میگم فعلا بیا 5 تاشو بگیر یا 10 تاشو بگیر، 10 تاشو بگیر، منو میشنوه فکر کنم صدامو، 10 تاشو بگیر، بعد برای هر کدومشون نامبر بیا پرینت کن، پرینت کن نامبر و بعد پی اچ پی ایول، یعنی که برو پایین بزن. حالا ما اینجا تایپ میکنیم ریزالت، ببینیم که چه اتفاقی میفته، ریفرش، میبینید که البته ما دیدی رو برمیداریم، نگاه بکنید فقط، شما ریزالت رو نگاه بکنید، فقط پرینت داره میکنه دیگه. خب ریفرش که 2, 4, 6, 8 این 10 تا ریزالت گرفته. میبینید حالا من بزنم 100 تا، خب و این میبینید که همینجوری داره اعداد زوج رو داره به من نشون میده اینجا. حالا من اگر پرینت نمیکردم، فقط میگفتم که for each نمیخوام پرینت بکنم اینجا، اینو میزنم، اینو result رو میگم که برو to array یعنی به صورت آرایه رو به من نشون بده. refresh، میبینی که داره همه رو میبینی نشون میده به شما. حالا 1,000,000 اگه من این take رو نمیگرفتم، اینجا semicolon میذاشتم، اینو میذاشتم، میبینی که این کلن ارور میده، چون سرور نمیتونه هندل بکنه. اینو دارم به شما میگم. بنابراین این لیزی کلکشن به چه صورت است؟ لیزی کلکشن اگه ما بخوایم بریم لراول داکیومنتیشنش رو بیاریم بالا، لراول لیزی کلکشن، اینها لیزی کلکشن، این میگه چی؟ میگه که اگه خواستید یک تکستی رو، البته نگاه بکنید بالا، PHP جنریتور داره. جنریتور یعنی چی؟ یعنی فایل شما. حالا یه موقع ممکنه سوال بکنید چرا من از فایل گت کانتنت استفاده نکنم، چرا از فایل پوت کانتنت استفاده نکنم. PHP چی داره به نام جنریتور،
جاوا اسکریپت هم داره جنریتور، پایتون هم داره جنریتور، همه زبان‌ها جنریتور دارن. جنریتور یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به یک مبحثی میرسید که زبان برنامه‌نویسی میگه که memory is exceeded I cannot handle it، دیدید که مموریتون ارور میده، شما بعد از جنریتور استفاده کنید. جنریتور ییلد میکنه، اگه من رو این کلیک بکنم میره داخل جنریتور، جنریتور اینجوریه، جنریتور ییلد میکنه، اگه اینجا نگاه بکنید یک مقداری رو به بیرون بیرون انداختن، یعنی از یه ایتراتور برمیگه. ایتراتورها یعنی آرایه و جنریتور رو بهش میگن ایتراتورها. خب این هیچ موقع به شما ارور نمیده. حالا ما اپلیکیشنی که داریم میسازیم یه مهمونی 2 میلیون فایل داریم که حتی جنریتور هم به ما ارور میده، و بعد ما باید از کیو استفاده بکنیم، یعنی 100 تا فایل بفرستیم، چانک بکنیم. چانک قوی تر از ایتراتور هست، یادتون نره، چانک قوی تر از جنریتور هست. پس شما هم باید از چانک استفاده بکنید، هم از جنریتور با هم دیگه، که اپلیکیشنتون منفجر نشه. ببینید که اینجا 1 میلیون اگه داشته باشیم، اینجا اگه رنج بکنیم بین این و این، میبینید که اینجا ما دونه دونه میتونیم بیاریم بندازیمش بیرون. حالا من اگر میبینید که اینجا ارور میده، ما 10 تاش گرفتیم. خب اگر جنراتور استفاده می‌خواستیم بکنیم، میبینید که این، میبینید این الان داره دونه دونه، من ریفرش بزنم این داره دونه دونه به من برمیگردونه. میبینید منتها جیسون ویو پلاگین ارور داده، و بعد اگر من بیام پایین این اسکرول بار منه، نگاه بکنید اعدادو ببینید، می‌بینید این دیگه ارور نمیده. چرا ارور نمیده؟ به خاطر اینکه لیزی کلکشن خودش از ییلد استفاده میکنه. اگه من اینجا کلمه ییلد رو پیدا بکنم، می‌بینید که لیزی کلکشن از ییلد استفاده میکنه و این رنج رو داره. حالا بریم داخل در داکیومنتیشن لاراول ببینیم چی گفته، چرا اینقدر این قویه. مثالش خیلی جالبه. پس این جنریتور رو متوجه شدید، میگه که برای مثال فرض بکنید که اپلیکیشن شما احتیاج داره که مولتی گیگابایت لوگ فایلی رو نشون بده. میگه اگه از لاراول کلکشن استفاده بکنید که میتونید از این لاراول کلکشن لیزی کلکشن استفاده بکنید که این کار انجام بده، چون فایل خیلی بزرگه. خب میگه به جای خوندن تمام فایل و اونو آپلود کردن داخل مموری، آپلود یعنی نه، یعنی ذخیره کردن داخل مموری یک بار، لیزی کلکشن می نید تو keep a call, a small part of the memory at a given time. میگه lazy collection میاد چیکار میکنه؟ میاد دونه اینا رو، اگه نگاه بکنید وقتی چیز میزنم، ریفرش میزنم، ناکنید طول میکشه، ببینید داره دونه دونه برای من درست میکنه. اینو نگاه بکنید، این چیزو ببینید که این داره همینجوری بزرگ میشه و این داره همینجوری داره دونه دونه فایلا رو میخونه. میدونید چی میگم؟ به خاطر همین ارور نمیده. اگر من از رنج استفاده میکردم، خب این ارور میداد. میدونی چی میگم؟ پس میبینی که این ارور نمیده و این داره همه رو میخونه. لیزی کلکشن خاصیتش اینه، هیچ، اگه پیشنهاد میکنم اگه هر جایی دارید از کلکشن استفاده میکنید، از لیزی کلکشن اینجوری استفاده و بعد شما خودتون میتونید ییلدش بکنید. چرا؟ چون جنریتور برمیگرده، این خودش ییلد نمیکنه، شما میتونید ییلد بکنید. حالا بهتون میگم که چه جوری. میگه که اینجا نگاه کن، مثالش خیلی جالبه. میگه که اگه نگاه بکنید lazy collection make، میگه یه دونه بساز. حالا میگه که من اجازه دادم times، خب چون متدای زیاد داره، times داره، average داره، sum داره، و بعد make داره. make می create a new collection instance، خودش collection درست میکنه. یعنی اگه ما یه کاربری داشتیم که اگه من میگفتم user مثلا all، این میشد 1 میلیون کاربر. خب این میشد مثلا 1 میلیون کاربر، اینقدر کاربر، مثلا 2 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون میشد کاربر. اون موقع بعد اینجا از make استفاده میکردید. خب و بعد اون موقع میگفتید که user a. خب اینجوری به شما چیکار میکرد؟ جواب. حالا ما از time داریم استفاده میکنیم، ولی اینجا از make داریم. میگه یه handler درست بکن، log file شما که حالا این خوش گفت که یک ممکنه یک log file داشته باشید که از multi gigabyte استفاده بکنه، تا زمانی که آخر لاین تموم نشده، اینو داخل پی اچ پی از این استفاده میکنیم، وقتی آخر لاین نشده ییلد کن، یعنی لاین رو دونه دونه اضافه بکن و بعد چانک بکن 4 تا 4 تا، و بعد فور از چیکار بکن؟ دونه دونه 4 تا 4 تا برگردون. حالا برای هر کدومشون، حالا برای هر کدومش میخوای هر کاری هم بکن، میخوای نمیدونم لود بکنی، میخوای پرینت بکنی. دید که من پرینت کردم اینجا. خب اگه من پرینت نمی کردم اینجا هیچ اتفاق، یعنی هیچی دیده نمی شد. میبینید دیده نمی شد. میتونیم با هم امتحان کنیم. میبینید بازش میکنیم و
و بعد نوشته lazy collection class use call. ببینید چیز خاصی به من نداده چون من کاری باهاش نکردم، پلاگین ارور میده. ببینید که اینا رو داره اینجا طول میکشه، میبینید طول میکشه تا لود بکنه، ولی داره کارش انجام میده. حالا میخواید پرینتش بکنید، هر کاری میخواید بکنید. پس این lazy collection متدایی که داره، نگاه بکنید، متد chunk داره، contains داره، این یعنی خود کلکشنه. lazy collection خیلی قویه، از جنراتور استفاده میکنه. مثال بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که شما میگی خب حالا یه موقع من هست خودم کلکشن دارم که مثلا اینجوریه، یوزر آل فیلتر میخوام بکنم اونایی که آیدیشون بزرگتر از 500 رو نشون بدیم، یعنی یک تا 500 نشون ندیم. اگه خواستید از lazy collection برای چیزتون استفاده بکنید، کار خود الوکوئنت استفاده کنید، از کورسور استفاده میکنید، به جای آل از کورسور استفاده میکنید. کورسور چیکار میکنه؟ اینجا ما خودمون استفاده کنید ببینیم. کورسور میاد از همون lazy collection استفاده میکنه. ببینید کورسور اگه روش کلیک بکنم، apply scope cursor و بعد میاد از lazy collection استفاده میکنه. خب اینا رو بذاریم داخل یه لاین و بعد دیدی کنیم یوزر. این الان چی به ما نشون نمیده چون کاربری نداریم که بزرگتر از 500 باشه. خب و اینجا که بازش بکنیم میبینی که باز هیچی به ما نداره. شما میبینی که خب این قرار نبود مگه به ما برگردونه چیزی رو. اگه من بگم آل باز چی؟ آیا متد آل رو داریم؟ نه نداریم. میبینید اگه من بگم بزرگتر از 100 128 داشتیم دیگه، 28 کاربر باید به من نشون بده. خب میبینید 100 122 داشتیم دیگه، آیدی بزرگتر از 100 باشه نشون بده. میبینید پس آل رو داریم. حالا اگه نخواستی از آل استفاده بکنید، کلن آرایه برمیگردنه، سورس رو باز میکنید، هیچی دیگه بر نمیگردنه. اگر از گت استفاده بکنیم، خب داخل این فیلتر بزنیم، میبینید که گت نداره lazy collection. پس اگه بریم داخل lazy collection، میخوام lazy collection کلن یاد بگیریم با هم دیگه. میبینید متد آل داره ایناش، متد آل داره، چانک داره، نمیدونم دات فلیپ مثل خود کلکشنه، لاست کیز ناو و بعد چیز دیگه نداره. پس آل رو داره، ولیوز هم داره. ولیوز یعنی که من اگه اینو رفرش بزنم میبینم که مقدارای اینا رو میگیره. الان کلیدش 100ه، مقداراش اینه. خب اگه بگم که ولیوز رفرش، میبینید که 0 تا 21 خودش درست کرد دیگه، کلیدشو چیکار کرد برای من، کلید دیگه در نظر نمیگیره. و حالا اینجاست که شما میتونید چیکار بکنید، اینجاست که میتونید برید داخل یوزر. اگه کلکشن خواستید میتونید به صورت کلکشن تبدیل کنید، ولی اگه خواستید میتونید چیکار بکنید، فور ایچ، برای هر بیاد کاربری بیاد خود یوزر رو به من برگردون، یوزر تو اری اکو پی اچ پی یا همون بی آر که این البته اکو اینو چجوری بگم بهتون، دامپ کنیم بهتره. میدونی چرا؟ چون این آرایه رو اکو نمیتونیم بکنیم که آرایه است، باید دامپ کنیم اینو، دامپ و ریفرش. این باید هر کاربری به صورت آرایه اینجوری به من برگرده. نمیبینید؟ میدونی منظورم چی بود؟ نمیتونیم اکو بکنیم. اگه نمیتونیم اکو بکنیم اینو، این ما میگه من آرایه رو نمیتونم اکو بکنم، ارور میده. درستم حدسم درست بود؟ ببینید استرینگ من اکو میکنم. میتونید پرینت بزنید یا پرینت آر بزنید اگر از چیز ندارید، پرینت آر اینجوری بزنید ازش استفاده هم بکنید، اینم میتونه برگردنه، ولی این قرقاتیه. پس این از این lazy collection بود. حالا میبینید که اینجا lazy collection make داریم که yield میکنه و چیزای دیگه. این خیلی قویه، کورسور به جای این. و اگه خواستید اینو به کلکشن دوباره تبدیل بکنید، میتونید اینو آل رو بردارید. من میتونم اینجا اینو دیدی بکنم، میبینید که یوزر، میتونم اینجا این به صورت کلکشن. خب اگه من بگم که یوزر، میتونم بگم ایچ، میبینید میتونم دیلیتش بکنم یا میتونم بگم که اکو یوزر نیم. خب آیا این به من برمیگردونه اون چیزا رو یا نه؟ فانکشن اکو یوزر نیم
این از این. حالا نگاه بکنیم ببینیم که ببینید نوشته اسما رو داره اسما رو برگردم. من فکرم ایروره. البته میتونید چیکار بکنید اینو دات بزنید و بی آر که دونه دونه اسما رو ببینید. رفرش این هم اسما. میبینید؟ پس بنابراین این خودش کلکشنه. خوش کلکشن رو به ما برمیگرد. اگه خواستید آرایش بکنید از آل استفاده میکنید. اگر نه این خوش کلکشن. فرق کلکشن اینه که این اگه کلکشن باشه من از فانکشن ایچ استفاده میکنم، میتونم حتی اینو به این صورتم در بیارم، یعنی یه لاینش بکنم. خب این خوبیش اینه، من کلکشن خیلی دوست دارم، ازش استفاده میکنم، میتونم اینجوری بزنم. البته این چون یه چیز نیست میتونیم اینجوری بنویسیم یا بزنیم دامپ. خب ولی اگر این آرایه بود باید از چی استفاده میکردید؟ از فوریچ اینجوری استفاده میکرد. پس این سه تا لاینه، اون چیزی که شما دیدید به صورت کلکشن یه لاینه. این از لیزی لو خیلی قویه. هر موقع خواستید از اپلیکیشنتون استفاده بکنید که چیز برگردونه به شما، جنراتور برگردونه، از این استفاده میکنید. و این از لیزیگون Eloquent Subquery Enhancement یعنی چی؟ یعنی داخل لول 6 اومدن چیکار کردن؟ اومدن از یه Subquery استفاده کردن که به قول معروف Subquery رو پیشرفته کردن. میدونید که اگه خواستید اپلیکیشن رو ورتیکالی بزرگ بکنید از Subquery باید استفاده کنید. اگر من اینجا یک مثالی از خود اینترنت بیارم بیرون، میبینید که اگه اینجا نوشتم Average Order Amount، فرض کنید که ما یک اوردری داریم که میایم چیکار بکنیم؟ اوریج توتال پرایسش رو می‌خوایم بگیریم. موقعی که یوزر آی دی چیه؟ به قول معروف مساوی با اینه. پس این قبلی بود. می‌بینید این حالت قبلی بود. ولی خب یه موقع هستش که بیا می‌خوایم کاربر بگیریم به جای اوردر، برعکسش رو بگیریم. اینا دو تا ریلیشنشیپ دارن، کاربر و اوردر. کاربر ور هست. ور هست یعنی چی؟ یعنی برو ببین که کاربر ما آیا اوردری اصلا داره، رکورد اوردر رو داره یا نه. خب اگر داشت اون موقع توتال پرایسش رو ببین آیا بزرگتر از این توتال پرایس ما هست یا نه. از این نکته اینجا ور هست هست. ور هست که شما اینجا میبینید اگر بیاید بالا داخل اپلیکیشن داکیومنتیشن لالاول ور هست رو خیلی ازش استفاده میشه. ور هست where has. ببینید name اگر کاربر ما چی بود اسم داشتش، یا نمیدونم where has دوباره اینجا اگر بتونیم اینا ها من رفتم اینجا دیگه. ببینید where has رو داریم. ببینید که اگر مثلا پستی کامنتی داشت بگیرش، اگر کامنت یعنی رکورد کامنت رو داشت، اگر کامنتی بزرگتر از کامنتی داشت و بزرگتر از 3 تا بود مثلا. خب نمیدونم اینا where has. یه موقع است که میبینید که میخواد این رو داخل کندیشن بذارید. where has یعنی چک میکنه، ولی خب این has فقط چک میکنه. ولی خب where has چیه؟ آیا ببین کامنتی داره که میاد این داخل چی قرار میده؟ این داخل دومین آرگومنتش به جای اینکه اینجوری باشه، یعنی که query نیست، میاد این داخل فانکشن قرار میده که دوباره یک very میگیره که مثلا content like فلان. اگر if you need even more power میبینید use the where has or where has، این قدرت بیشتر به شما میده. ولی relationship existent یعنی اگر relationship وجود داشت، کامنتی داشت، بگیرش نشونش بده. اگر قدرت بیشتر میخواید از where has استفاده کنید. این از این. متد بعدی که داخل لرابه 6 اومد، البته استینگ اینو در رابطه باش صحبت کردم، همون str خودمون هست که str مثلا of داریم. خب میتونید یه string ازش بگیرید، میتونید اینو داخل tinker آزمایش بکنید. من اینجوری بهتون میگم بهتره. tinker رو میزنم، فرض بکنید که میزنم str illuminate support str. اگه من بزنم str of، اگه بزنم امیر عظیمی، خب و بعد بزنم title value، ببینیم این کار میکنه. ببینید خوبه، پس این کار میکنه. این SDR. حالا به جای این SDR من برای اینکه کارم راحت بکنم میتونید از این فساد استفاده بکنید، یا میتونید از این، من طرفدار هلپر هستم، SDR هلپر SDR داریم به این صورت، SDR داریم آف. خب این از آف میتونید بگید، یا اینکه میتونید چیکار بکنید کلا این آف نداریم. اگه خواستید از آف بگید اینجوری بعد برش گردید، میبینید اینجوری. خب
ببینید اگه خواستید از فساد استفاده بکنید، منظور اینه فساد آو داره، آو یعنی استینگ آو، از این حالا یه کاری بکن، اکسپلودش بکن، پلورالش بکن، هر غلطی میخوای بکنی باش بکن. نگاه بکنید استیار آف امیر عظیم، من تایتل کیسش کردم، این به این صورته. نگاه بکنید استیار آف امیر عظیمی، حالا من میخوام بکنمش تایتل، حالا به این صورت میتونید بنویسید، اولا دوم هم میتونید به این صورت هم بنویسید تایتل ولیو، خب به این صورت اینجوری میتونید بنویسید، یا اینکه به این صورت میتونید بنویسید str، خب دیگه آو رو بر میدارید تایتل ولیو، میبینید اینم همونه، یا اینکه میاید چیکار میکنید، میاید تایپ میکنید تایتل ولیو. من این سینتکس رو بیشتر استفاده، چون خیلی کوچیکتر و ولی هلپ چیز نمیتونید بگیرید، ID هلپر نمیتونید بگیرید. اگه من بگم str hello world و بعد بگم که title اینجوری میتونم بنویسم value، داخل ID من میتونم اینا کلیک بکنم برم ببینم که title کجاست اینا، ولی اگر این پرانتز رو بردارم داینامیکه، میبینید نمیتونم کلیک بکنم. پس این خوبه به نظر من که اینجوری از استفاده بکنید. پس این str helper بود، اینم اینجوریه. یه موقع هست شما میگه خب راه دیگه‌ای وجود داره، من دیدی که من اینجوری هم استفاده کردم، مثلا گفتم که str title به این صورت و بعد گفتم امیر عظیمی، دیگه value رو برداشتم، اینم نمایش داده میشه. خب این خوبه، ولی اگه من بخوام اینو مثلا چجوری بگم پلورالش بکنم، خب این دیگه کار نمیکنه. میبینی اگر یه استرینگی داشته باشه که دو کار میخواید روش انجام بدید کار نمیکنه. اول نگاه بکنید که ببینیم این چی برمیگرده، str title این value برمیگرده. خب اگه من بگم str امیر عظیمی اینجا title بگم، میبینید که این یک استرینگبل برمیگردونه که ولیوش امیر عظیمی. میدونید چی میگم؟ خب لراول خودش رو تشخیص میده، ولی اگه خواستید ولیوشو بگیرید مثل بالایی میتونید از این استفاده بکنید که بهتون گفتم، یا از این. خب ولی یه موقع هستش که شما میگید که من میخوام دو کار انجام بدم، اون موقع است که میاد چیکار میکنید، به جای اینکه این چیزی که من بالا نوشتم str title دیدی که ارور داد، اگه من اینو بنویسم، اگه یه کار میکنه، اگه من بگم plural این دیگه کار نمیکنه. ببینید نمیتونم روی string، چون string برمیگردونه. به خاطر همین هم هستش که وقتی که از این استفاده میکنید اول stringتون رو داخل str میذارید، حالا هر غلطی میخواید روش انجام میدید، مثلا میگید که value، مثلا میگید که اولا که اینو من برگردیم که stringable برمیگردونه، من میتونم بگم که تایتلش کن، پلورالش کن و بعد مقدارش رو برگردن. دوتا فلش داریم، میبینید پلورالش کرده، عظیمیز یعنی جمعش کرده. پس این چیزی است که داخل لراول 6 اومد. خب اینا چیزایی بود که داخل لراول 6 اومد. ویدیوی بعدی در رابطه با اینکه چیزایی که داخل لراول 7 بعد از 6 اومد صحبت میکنیم فعلا.